یک تنه آهنی و دوتا چرخ. کی فکرش را می کرد که این ابزار ساده روزگاری می توانسته پسرهای دهه 50 و 60 را مسخ کند. دوچرخه درست بعد از گذر از یک پیچ تاریخی وارد داستان زندگی پسرهای نوجوان روزگار ما شد. پیچی تاریخی که در آن پسرها درست در مرز بین بزرگ شدن و کوچک ماندن گیر کرده بودند. مثل مجید قصه های مجید که هم مرد خانه بیبی بود و هم کودکی کردن را از یاد نبرده بود. دوچرخه ابزار مهمی برای پسرها بود. برای بعضی ها فقط یک وسیله نقلیه بود که خرید روزانه خانه را با آن انجام می دادند. اما برای بعضی های دیگر پشت ظاهر استخوانیش 1000 تا قصه نشسته بود. بعضی از دوچرخه ها لای چرخ دنده های زندگی گیر کرده بودند. بعضی ها حرف هایی برای آدم ها و دنیایشان داشتند و بعضی از دوچرخه ها خود قصه بودند. مثل همان دوچرخه ساده بیرنگ و روی هرکولس وسط کوچه و پس کوچه های تنگ و قدیمی اصفهان که خاطرات مجید قصه را همراهی می کرد. دوچرخه مجید با همه دوچرخه های دیگر فرق می کرد. زنده بود، جان داشت، می خندید، گریه می کرد، افسرده و مضطرب می شد. همپای خود مجید درد می کشید، پا به پایش ماجراجویی می کرد، خوشحال می شد، به هیجان می آمد، تنبیه می شد یا زمین می خورد. تمام احساسات و درونیات مجید را می شد توی تک تک حرکات پره و پدالش احساس کرد. تنها رفیق مجید همین دوچرخه هرکولس قدیمی زوار در رفته بود. اگرچه سنش از مجید بیشتر بود، قدش بلندتر بود، تنش لاغرتر بود، اما این موجود پیر قد بلند لاغر تنها رفیقش بود. این دوچرخه نقش مهمی در زندگی مجید داشت. آنقدر پررنگ بود که اهمیت حضورش به چشم نمی آمد. دوچرخه تنها دارایی مجید از کل دنیا بود. وقتی شبها در راهروی باریک کنار حیاط می خوابید، صبحا بین دوچرخه های دیگر در حیات مدرسه می ماند و عصرها در خیابان و کوچه های اصفهان همراه او می چرخید. وقتی مجید از مدرسه فرار می کرد، وقتی دنبال آقا معلم راه می افتاد تا خانه اش را پیدا کند و به هر ذره و زوری اندازه ژیله‌اش را بزند، وقتی به بازار می رفت تا کتاب بخرد، وقتی کتابهایش را لای کش روی فرمانش می گذاشت و به مدرسه می رفت، یا وقتی بیبی او را می فرستاد پی خرید چیزی، این دوچرخه بود که پا به پایش می آمد. پا به پایش به نفس نفس می افتاد، عرقش در می آمد، تلق و تلوق می کرد، اما از رکاب نمی افتاد. درست مثل خود مجید توی سختی های بیوقفه می دوید و از نفس نمی افتاد. خداحافظ بیبی. به امید خدا. همه چیز رو برداشتی؟ بله. مجید بایسا؟ بله بیبی. گلو بگی تا اونجا بکن تا سری حال باشی. کاش کف نوادم میپوشیدی. نه بی بی، بذار این برامون صبح تمیز بمونه. خب برو خدا. با امید خدا توکل به خدا کن، یاد خدا کن تا موفق باشی. خداحافظ بی بی. به خدا سپردم. با امید خدا.